سلام رفقا، به پلاتو خوش اومدین. ایرانی های معترض به نخوندن آهنگ خلیج فارس توسط ابی به این تصمیم اون واکنش تندی نشون دادن، اما همزمان با این موضوع که باعث شده ابی زیر ذره بین مردم ایران باشه و اون رو خیانتکار به وطن بدونن، داریوش اقبالی با ویدیویی از وطن پرستی خودش میگه که همزمانیش با این اتفاقات افتاده برای ابی بی ربط نیست. پس این ویدیو رو از دست ندین تا ببینیم واکنش تند مردم به ابی چی بوده. موضوع نخوندن آهنگ خلیج فارس توی کنسرت‌های اماراتی ابی با اینکه داستان جدیدی نیست، اما اخیراً بعد از انتشار یک مصاحبه دوباره موضوع اصلی مجازی و حمله ها به ابی شده. مصاحبه‌ای که حرف جدیدی توش گفته نمیشه، ولی از اونجا که وایرال میشه واکنش‌های تندی رو هم به همراه داره. ببین، من یک خواننده، من از سیاست گذارم نه سیاسی هستم، و این مسئله خلیج فارس هم یک ایشو سیاسی هست برای بین ایران، بین امارات و شاید چند کشور دیگه. من با عنوان یه هنرمند اجازه نمیدم به خودم که بخوام دخالت بکنم در این موضوع. این مصاحبه قضاوت مخاطبها رو در مورد تصمیم ابی آغاز میکنه. خیلی ها به اون انگ وطن فروشی میزنن و خیلی ها هم دلیل این کار رو فقط پول میدونن و اینکه ابی اعلام میکنه هنرمند سیاسی نیست رو دروغ مصلحتی میشناسن که اون برای از دست ندادن کنسرت های دبیش توی مصاحبه گفته. اگر نه اون بارها توی خیلی از حرکت های سیاسی شرکت داشته که این ادعا رو به کل رد میکنه. با این همه، همزمان با حجم زیادی از اعتراض‌ها علیه ابی و تصمیمش، خیلی از طرفداراش با اشاره به لاغر شدن عجیب ابی که جدیداً اتفاق افتاده، این احتمال رو میدن که شاید اون دچار بیماری شده تا به این روش از بار اعتراض‌ها کم کنن. حتی بهمن بابازاده، خبرنگار موسیقی، هم با اشاره به این ماجرا از مردم میخواد ابی رو زود قضاوت نکنن. اما همه این اتفاق‌ها باعث نمیشه که این حرکت ابی توسط مردم فراموش بشه و همچنان اعتراض ها به اون توی کامنت های اینستاگرامش ادامه پیدا میکنه. اتفاق موازی این ماجرا که شاید توی دیده شدن یا نشدن اعتراض ها به ابی نقش داشت، اجرای مشترک ابی با ابراهیم تاتلیس، خواننده مشهور ترکیه بود. از اونجا که این دو نفر بالاخره اسطوره های موسیقی دو کشور شناخته میشن، خوندن این دو نفر در کنار هم توی دبی به اندازه خودش حرکت پر سر و صدای بود که میتونست باعث فراموش شدن حمله ها به ابی بشه. برای من با هم باعث افتخار که در کنار یکی از خوش‌صداترین مردان خاورمیانه. اما حالا توی کنسرت ارمنستان ابی اتفاقهایی میفته که نشون میده اعتراض مردم به ابی به 4 تا فوش و متلک توی کامنت ها خلاصه نمیشه و به نوعی مخاطبهای ابی تحریم رو برای نشون دادن اعتراضهاشون انتخاب کردن. توی فیلم هایی که قبل از شروع کنسرت بیرون اومده میشه دید سالن تقریبا خالی از جمعیته و افراد کمی برای دیدن و همراهی با ابی توی کنسرت حضور پیدا کردن. اینطور هم که از سایت های فروش بلیت میشه فهمید، خیلی از بلیت ها هنوز فروخته نشده که در مورد کنسرت های ابی واقعا بی سابقه بوده. خب همونطور که میدونین، ابی همیشه به حضور مردم و کنسرت های شلوغش افتخار میکرد که حالا این اتفاق نیفتاده، ولی هنوز ابی هم هیچ واکنش مستقیمی به این خالی بودن سالن نشون نداده. ابی همیشه خودش میگفت نمیخواد آهنگ خلیج فارس رو توی دبی بخونه تا مانع برگزاری کنسرتش توی دبی نشن، که همه این صحبت ابی رو به پای پول پرستی اون میذاشتن. ولی حالا این اتفاق باعث شده کنسرت های اون خالی برگزار بشن که خودش میتونه ضرر مالی زیادی برای ابی داشته باشه. همزمان با این اتفاقات برای ابی، داریوش اقبالی هم که برای برگزاری کنسرتش راهی ارمنستان شده، فیلمی رو از لحظه عبور هواپیماش از بالای ایران منتشر کرده که نشون دهنده دلتنگیش برای ایرانه.
اما همزمانیش با ماجراهای ابی باعث میشه خیلیا با مقایسه این اقدام داریوش و صحبت‌های ابی شکل جدیدی از حمله رو به ابی نشون بدن که توی کامنت‌های اینستاگرام ابی میشه این رو دید. نظر شما چیه؟ این حرکت مردم باعث میشه ابی از تصمیم خودش کوتاه بیاد یا همچنان به همین روال کار رو ادامه میده؟ حتما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین. اگر هم اولین باری که ویدیو هامون رو میبینین، سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنین تا ویدیوهای بعدیمون از دست ندین. غیر از اینها ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین.